سلام دوستان وقتتون به خیر و شه اتفاقاتی داره در فلسطین اشغالی رخ میده که بخش ارزمش رو سعی مجازی پنج ماه پیش در ایران رقم بزنن یعنی وجود نداشت سعی میکردن دروغ راه بندازن تکرار 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 بعد وای سنگ عده برن پشت سر این دروغ حالا حقیقت منعکس بکنن این کاری بود که سعی کردن اول ایران انجام بده یه نمونه شو مثال میزدم میرفتی تو شبکه اجتماعی نگاه میکرده میدیدی که یه نفر فیلمی از خودش منتشر کرده گفته بسم الله الرحمن الرحیم من بعد لباس ارتش تنشه میگه من نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم ناراحتم از اتفاقاتی که افتاده ناراحتم اعلام میکنم ما به مردم میپیوندیم بعد نگاه می کن چقدر آشناه من اینه یه جای دیدم این این آقا رو من یه جایی دیدم بعد میری یه خورده بررسی می‌کنی آرشیو وطن فروشا این ور من ای این مثلا پارسال موقع تو سپایی بودی مردک من یادم تو تجمعات قبلی تو لباس سپایی تنت کردی اومدی گفتی من سپاهی هستم میخوام پر... چی چی کنم به مردم درسته حالا شدی ارتشی بعد دوباره مثلا نگاه کنی فیلم منتشر شده من آقا از نیروهای انتظامی هستم تصمیم گرفتم به, پر... به مردم به پیبن. آقا کو از کدوم رسته ای از کدوم سازمانی چرا لباس مثلا به فلان جا نمیخوره چرا فلان چیزش وقت داره چرا چی چیه چرا به خاطر اینکه میخواست یک فضای فکری رو به وجود بیاره اصلا درگیر بشه درگیر بشه درگیر بشه خوب که درگیر شد بره حقیقت از این دروغ سید بکنه در فلسطین اشغالی واقعیتش داره اتفاق میفته چندین گروه از مقامات در سروس اطلاعاتیشون نامه زدن به طور رسمی اعلام کردن گفتن که ما دیگه با این رژیم همکاری نخواهیم کرد آقا خیلی عجیبه ها حالا فیلم های دیشب من برای بخشش پخش می‌کنم چه خبر بوده خیلی عجیبه یعنی هر چیزی تو ایران رخ داد الان داره اینجا اتفاق میفته هر کاری اینها تو این پنج ماه در ایران کردن هر کاری دوستشون در ایران رقم بخوره واقعیش داره اونجا اتفاق میفته بریم گزارش بخونیم بعد فیلم ها و تصاویر هست از دیشب فلسطین اشغالی همین دیشب که میارم با هم دیگه مرور خواهیم کرد گزارشی که در ها منتشر شده اشاره کرد به اتفاقاتی که عروسه گذشته در فلسطین اشغالی رخ داده بعد گفته همزمان با این تجمعاتی که رخ داده تو یکی از این تجمعات گوش یا سو بریدن پلیس بریده ها اصلا خیلی صحنه عجیبیه طرف داره میاد گوش کنده شده اینجا همه خون را افتاده بعد پلیس رسما این کار رو انجام داده خب مثلا چجوری زدیش که اینجوری شد با چی اینو زدی که گوشش اینجوری کنده شد صحنه عجیبی میگم بعض از این صحنه رو اینجا نمیشه منتشر کرد من تو کانال سعی میکنم بخشش رو منعکس بکنم در لحظه همزمان که این تجمع در فلسطین اشغالی در جریان بوده ما شاهد یک اتفاق هستیم و اون هم نامه های دست جمعی هست که از سوی گروه های مختلف داره خطاب به حاکمیت زده میشه اینا تاکید میکنن میگن این اصلاحات غذایی که شما احساس زدید بخواد به همین روند جلو بره ما یواشش به این جمع نیستیم دیگه همکاری ما این حکومت نداشته باشیم میخوام بخشش رو برای شما بخونم و این چیز داخل پنتوس به شما بگم سه تا اتفاق و سهیونسا خود سهیونسا نما سهیونسا پیش میکنن اتفاق بیفته رقم بخوره یکی از اینها ترور چند تا چهره سیاسی مطرح در کابینه نتانیاهو هست میگن ممکنه تو این روزا یکیش رقم بخوره گزارش نوشتن مفصل اومده گفته این سه تا چیزایی که قبلا در تاریخ ما رقم خوره تو شرایط مشابه این الان ممکنه پیش بیاد با خاطر همه رفتن تدابیر امنیتی تعریف کردن سعی کردن سطح امنیت اینها رو بالا ببرن و چیزی از این است. بریم گزارش بخونیم میگه که در چند هفته اخیر گروه های متفاوتی از سهیونسا از جمله حقوقدانان اقتصاددانان مقامات سابق سیاسی نظامی امنیتی در نامه ها و بیانی های دست جمعی نسبت به پیامدهای خطرناک تصویب قانون اصلاحات غذایی هشدار دادند که از جمله آنها می توان به نظامیان یگان های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرد به گفته رسانه های عبری در یکی از این موارد بیش از 100 افسر و سرباز ارتش اسرائیل که ارمیان آنها افرادی با درجه سرهنگ سرتیپ و حتی ژنرال ارتش حضور دارن تهدید کردند که در صورت تصویب نهایی این قانون دیگر در ارتش اسرائیل خدمت نخواهند کرد همچنین 150 نفر از نیروهای ذخیره واحد سایبری تاکید کردند و تهدید کردند که در صورت تحقق طرح مذکور برای ارتش خدمت نخواهند کرد برگردید پنج ماه پیش آقا اون چیزی که اتفاق افتاده بودی که ارتش به مردم پیوسته نیروی انتظامی هم خسته شد نیروی انتظامی نمیگفتن خسته شده میدونید چرا نمی گفتن به مردم پیوسته ارتش رو میگفتن به مردم پیوسته ولی نیروی انتظامی رو نمیگفتن هنوز به مردم نپیوسته خسته شده چرا که اون احمقی که در میدان هست اون بی همه چیزی که در میدان هست و از اینو تحلیل میگیره جنایت بکنه علیه نیروی انتظامی که خون ریخته بشه از دو طرف میتونست بگه نیروی انتظامی داره به مردم میپیونده نه می خسته شده که اون کسی که وسط میدان میره تحت تاثیر تو جو اون اکانت اون دختره تو اینستاگرامو رو دنبال میکنه اون پسر اون رپر اون دنبال میکنه این بی پدر بی مادرها رو دنبال میکنه با خودش می بخور اینا خسته شدن پس من یه خورده جنایتمو بیشتر کنم برای هوشمندانه بازی میکنه همونطور که میگه ارتش به مردم پیوست میتونست بگی نیرو انتظامی پیوست چرا نیرو انتظامی نمیگفت به خاطر اینکه میخواست تو علیهش جنایت بکنی تو بگی نه نه اون پیوسته این فلان فلان شده خسته هم هستن اینجوری که اینا میگن ما بریم خوشونت و سطحش بریم بالا بعد اتفاق میفته وقتی سطح خوشونت رفت پلیس وسط میدان مجبور قاطع برخورد بکنه قاطع که برخورد کرد جامعه میره به سمت خشونتی که این خشونت خیلی تکان دهنده خواهد همه اینها الان داره اینجا اتفاق میفته برای ایران می خبرسازی میکنی سعود اینترنشن از اون ور کار میکنه سایبری های شما از این منتظر باشید همین دامن شما رو خواهد گرفت نه فقط در تل در ریاض همین اتفاق خواهد افتاد در ریاض هیچ ربطی هم به ما نداره ما نه زبون این النگا رو بلدیم نه حال و حوصله داریم بریم تو شبکه مجازی اینو با اینو سر کله بزنیم نه سنمی با اینها اینا خودشون به مرور درگیر خودشون خواهند شد و ریاض هم همین رو تجربه خواهد کرد امروز رو به ذهن داشته باشید بریم ادامهش رو بخونیم در ادامه به این اشاره کرده گفته که همچنین فارغ و تحصیلان واحد اطلاعات 8200 یکی از اون واحداشون که خیلی اسمش رو مطرح میکنن گفته اینم اومدن اعلام کرده هشدار داده تهدید کرده گفته در صورت تایید کامل قانون اصلاحات غذایی توسط مجلس رژیم صهیونیستی برای خدمت در نیروهای ذخیره نظامی داوطلب نخواهند شد گفته روی ما هم حساب نکنید ما هم دیگه از یاد نخواهیم بود بریم ویدیو ببینیم برمیگردیم نکاتی دارم که خدمت شما مفصل عرض خواهم کرد بریم ببینیم امروز دیشب یعنی دیشب و دیروز فلسطین اشغالی اوضاع چه شکلی بود ویدیو رو این لحظات ابتدایی هست که تجمعات میخواد شروع بشه بعد مردم برخی از مسئولانشون رو دیدن مردم که میگن مردم منظور شهرک نشین ها هست برخی از مسئولان رو دیدن حالا این وسط بحثایی داره صورت میگیره بریم جمعیت رو ببینیم من مجبور سرش قطع کنم ممکن این آهنگ کرده کپی داشته باشه بله جمعیت رو روی صحبت مشاهده کنید با پرچم های مربوط به رژیم سرنگون سی ایستادن دوستان یه چیزی از خودتون بپرسین این بی بی سی که همه جا میره مصاحبه میگیره تو ایران خبرنگار داره تو آمریکا خبرنگار داره تو جمع اسپانیایی اسپانیایی زبان ها اسمانیای خبرنگار داره تو شرق و غرب عالم خبرنگار داره چرا خبرنگار تو فلسطین اشغالی نداره از خودتون بپرسین سوال جالبی بریم بعدی رو ببینیم ویدیوی بعدی رو در روی ساعت مشاهده توی تلاویو اومده تجمع برگزار کرده بعد مردم همزمان که جمع شدن یک نفری اومده با یه لباسی که مثلا نتانیاهو هست در بنده حضور پیدا کرده داره اینجا به اصطلاح خودمون تو جمع مترزین خودی نشون میده الان 22 بهمن تو ایران برگزار بشه یه نفری جرت بکنه مثلا عکس یه مقام خارجی رو بکشه یه مقامی که ایران تحریم کرده دارو ازمان هم محروم کرده بچه‌هامون اوناییشون که بیمار پروانه بودن به خاطر تصمیم او الان دارو نداشته باشن عکس یکی از اینا رو کشیده باشه مثلا روی یه قفسی کشیده باشه داخل زندان میان میگن آقا این مسخره بازیگاه چیه جمع شدید دور هم تجمع برگزار میکنید هر سال با با آبرو ایران تو دنیا عزیز من این کشور خودشون دارن این کارها رو میکنن هر کسی توی یک تجمعی که میاد چند ده هزار نفر انسان میاد هر کی یه تنوعی داره یه رفتاری داره یه ایده‌ای داره اونجا میاد نشون میده دیگه تو ایران کوچکترین چیزی که اتفاق میفته سعی میکنن ازش یه فیلمی درست بکنن یه حرفی در بیارن یه چیزی درست بکنن این چیزی است که در فلسطین داره اتفاق میفته مشابه همینایی هست که ما تو 22 بهمن آوردیم الان از ما ایده گرفتن خودشون اونجا دارن علیه نتانیاهو وسط های تل‌آویو انجام میدن بعدش رو ببینیم بله ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم ویدیوهای هست از تلاویف از فلسطین اشغالی که متنزی رو شد همه داره با هم فریاد هر چیز پنج ماه پیش شیش ماه پیش در ایران گفته میشد بجی نمیدونم چی چی الان میگم بجی تلاویف بجی تلاویف همش تک تکش در فلسطین اشغالی داره شنیده میشه و این آغاز بازی این ورشکسته ها هست این آغاز بازی اون کسانی هست که با امنیت ایرانی بازی کردن ما هم پشتش نیستیم واقعا ایران پشت این قضیه نمیتونه باشه این یه چیز کاملا مردمی اتفاق افتاده اصلا به ما هیچ ربطی نداره دست طبیعت دست طبیعت که اومده بالا تو دهن کسایی داره میخوره که این ماها علیه ایران شرارت کردن ببینیم ادامش رو یه چیز عجیب غریب به شما بگم یه گزارشی دیروز میخوندم تو این گزارش اومده و گفته بود که همین الان اگر دولت نتانیاهو هیچ کاری نکنه هم باز فلسطین اشغالی دوچار تنش خواهد بود خیلی حرفه ها یعنی ببین تو الان به یه نقطه رسیدی اگه کاری نکنی هم اینا با تو درگیرن اینا دیگه خونهشون نمیرن میخوای چیکار کنی میخوای بری به سمت تنش خب تو اگر بخوای چرخی خشونت خیلی بده کسی نباید تو چرخی خشونت نباید بیفتی اگه بیفتی دیگه مثل یه دست و پا چلفتی نمیم چی چی میشی حواست باید باشه تو چرخی و همینه که هر بایدان میگفتی چرخی خشونت نباید بیفتی اگه بیفتی اونم خشن میشه کارایی میکنه درسته؟ خب اینا اگر بخوان همین الان ساکت هم مدیریت بکنن نمیشه اصلا بخشی از جامعه نمیتونه اینا رو تحمل بکنه قدرت هم تحویل بدن اینا هوادارانی دارن اونی که روی کار میاد باز اینا باش مشکل خواهند داشت که این اخیرا من شنیدم نتانیاهو یه جای برگشته گفته بود که من خودم چند وقت قبل اپوزیسیون شماها بودم ولی من این کارا رو با شما نکردم شما دارید با من میکنید این دوباره تو اون نقش خواهد رفت دیگه همین الان بزننش کنارم این تو اون نقش خواهد رفت اون وقت با اینا کار داره و این جامعه آرام نخواهد گرفت این چیزی که داریم و آغاز بازی اینها خواهد بود بریم ویدیوهای بعدی رو با هم دیگه ببینیم و این فیلم ها و تصاویر قابل توجه اونهایی که پولپاشی کردن بین وطن فروش ایران تجمع این شکلی را میدازن با پرچم واحد نه اینکه رفتی چهار تا وطن فروش ایرانی گیر آوردی پول پاشیدی بینشون این با پرچم تجزیه طلب اومده اون با پرچم شیر و خورشید اومده بعد میگن هشتاد هزار نفر تصویر رو از بالا نگاه میکنی سه چار هزار نفر جمعیت تو اون خیابون هم که هستن نصف بیشتر خیابون خالیه ما هم با دست اینجوری میتونی بشماری تجمع این شکلی را نه اون که چهار نفر جمع کردین دوره هم که ایران با هم برزه، ایران با این چیزا هم نمیریزه ایران بیمه می شود ایران واکسینه نمیشه شود ایران خودش رو آنالیز میکنه سعی میکنه بفهمه چی برشه تو اما اون چیزی که شما نمیتونید جمعش بکنید آتشی هست که در تلاویف و در ریاض به وقتش در ریاض زبانه خواهد کشید با کریستیان رونالدو و اینا فعلا سرگرم باشید سعی کنید یه بازی یه رقابتی بین خودتون اماراتی ها را بندازین که مثلا تو اون, غز... تو اون, فضای پان عربی و اینا پرچم عربا کی دستش باشه فعلا بازی کنید سرگرم باشید عین همین داستان در ریاض هم اتفاق خواهد افتاد بریم ویدیوهای دیگر رو ببینیم ببینیم که آنجا دقیقا چه خبر است خیلی خب بخش از این ویدیو رو روی صحبت من ویدیو ویدیوهای از این دست بسیار زیاده این حالا بخش دیگری هست سعی کردم با لباسای بیان که این لباسا مثلا چجوری بگم متنوع تر حالا نمیدونم چه اسمی روش بذارم ببینیم حالا خودتون اگر نکته‌ای در این لباسا بزنیدتون رسید تو کامنتا بهم بگید ببینیم ویدیو رو

بعد اینم داخل پنتس خدمت شما عرض کنم از چرای سیاسیشون الان کسایی در مقابل اینا اومدن کف خیابون و در بین معترضین هستن که اینا کار سرنوشت ساز و رژیم سیاسی انجام دادن ها یکی دو تا از این خانمایی که بلند شدن اومدن رفتن دیدارهای با عرب داشتن یکی همین زیپیلیونی که الان اومده تو تجمعات دیشب سخنران بوده زیپیلیونی این با هر حاکم عربی دیدار میکرد فرداش اون چیهایی که اسرائیل میگفت و میپذیرفت چی گذشت تو این چند ساعت چی گذشت که این آقا همه چی پذیرفت خیلی شرم آور اینا که اینا اتفاق افتاده بود بعدن خودش یه کتابی نوشت یه چیزایی گفت که برداشت می‌کنید منظور منو دیگه من سطح برنامه نمی‌خوام نمیخوام پایین بیارم میفهمید من دارم از چی صحبت میکنم اینا که مثلا این که این شکلی کشور عربی رو آورد پای کار رژیم سیونسی مقاماتش رو یه کاری کرد که مجبور شدن رژیم واسه این عمل الان علیه اینا اومده که خیابون ببین موزه چجوریه ببین چه کردن با آرمان های اسلام و انقلاب البته اسلام که نه با آرمانهای یهود و انقلاب که بعد از 80 سال اینا اومدن کف خیابون ای وای این درد به کجا ببریم این آغاز بازیه باش تا صبح دولتت بدمد این تازه آغاز واضیه داستان برای شما پیش خواهد آمد اتفاقاتی خواهد افتاد که بسیار رو شوکه خواهد کرد من طولانی نمیکنم. نمی کنم هر کس سنگی به سمت ما انداخته باشه ما با بدبختی تو این منطقه وسط این همه بحران چهل سال کشور اونو حفظ کردیم حق ما این همه دشمنی نبود حق ما این همه نامردی نبود حق ما این همه بیشرفی نبود حق مردم ایران این همه تحریم نبود حق ما این نبود که وسط خیابان همون دانشمند کشته بشه چرا به خاطر اینکه من نمیخوام مدل آمریکا بازی کنم من گاو شیرده آمریکایی ها عربستان نیستم به خاطر اینها ما چهلو خورده ای سال هزینه دادیم ولی کم نیوردیم کوتاه نیومدیم وسط میدان بودیم صبور باشید ببینید آنهایی که در مقابل ما ایستادن اوضاعشون به زودی چگونه خواهد شد تو لنگترش نمی کنم, کنم تو کنم تا همینجا کافی باشه اگر شما نکته ای داشتین بحثی داشتین در قالب پیام برای ما بفرستین یه حرکت خوبی رو میخوایم سعی کنیم رقم بزنیم دعا کنید بتونم به زودی یه خبر مشری خصوصش برای شما داشته باشم خیلی مخلصم خیلی ردت دارم Wacht het toen mee.